بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. یک گزارش داخلی ارتش آمریکا هشدار می‌دهد که خروج نیروهای ویژه آمریکایی از روستاهای افغانستان برنامه پلیس محلی را با شکست روبرو خواهد کرد. این گزارش که سوی یک نهاد تحقیقی مرتبط با وزارت دفاع آمریکا از ارتش این کشور تهیه شده، در مورد شکست برنامه پلیس محلی و در معرض قرار گرفتن افراد این پلیس در صورت خروج سریع نیروهای ویژه آمریکا از روستاها هشدار داده است. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته است که آمریکا توافق کرده تا نیروهای این کشور از روستاهای افغانستان بیرون شوند، اما پس از آن مقامهای آمریکایی گفتند که توافق صورت گرفته بین کابل و واشنگتن شامل نیروهای ویژه نمی شود. وزارت دفاع آمریکا جنرال جان آلن فرمانده نیروهای ائتلاف در کشور را از اتهام داشتن روابط نامشروع با یک خانم تبرئه کرد. مقامهای آمریکایی دیروز گفتند که تحقیقات در مورد نامه‌های الکترونیکی جان آلن به خانم جیل کیلی در فلوریدا تکمیل شده، اما هیچ تصمیمی در مورد نامزدی وی به عنوان فرمانده ارشد آمریکا در اروپا گرفته نشده است. آقای آلن نامزد فرماندهی ارشد آمریکا در اروپا بود، اما این نامزدی پس از افشای روابط وی با خانم جیل کیلی به تعلیق درآمد. آلن در حال حاضر فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان است و قرار است شخص دیگر در آینده نزدیک جایگزین وی شود. تیم ملی فوتبال ساحلی کشور در نخستین دیدار از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال ساحلی امشب با نتیجه پرگل قطر را شکست داد. در این دیدار افغانستان با نتیجه 7-3 تیم فوتبال ساحلی قطر را در هم کوبید. در ادامه این رقابت‌ها افغانستان امروز در برابر کشور عمان رقابت خواهد کرد. کاروان ورزشی افغانستان را در این رقابت‌ها 12 ورزشکار، یک مربی، یک داور و یک هیئت تشکیل می‌دهد. سایره شکیب نخستین ولسوال زن روز گذشته به حیث ولسوال ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان به کارش آغاز کرد. این خانم پس از حبیبه سرابی والی بامیان و عذرا جعفری شهردار دایکندی نخستین زن است که یک واحد اداری ولایتی را اداره می کند. او از طریق رقابت آزاد این پست را به دست آورده است. خانم شکیب می گوید که توجه جدی به معارف رعایت حقوق زن، بازسازی و ریشه‌کن کردن فساد اداری در این ولسوالی از اولویت های کاریش می باشد. ما وعده زیاد نمیتون بر مردم، اما در عمل ثابت میکنم. ما میخوایم که همیشه، چون با اون قسمی که همیشه عادت ما بوده کاری را انجام بدم که کسی نکرده باشه، که قسمی که اولین ولسوال در سطح افغانستان هستم، به این شکل میخوایم در ولسوالی خود کارهای بنیادی انجام بدم که اولین ولسوالی در سطح افغانستان باشه. کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته طرح جنجالی ثبت نام رای دهندگان را نهایی کرده است. بر بنیاد این طرح، رای دهی توسط کارت های پیشین صورت می گیرد و برای افراد واجد شرایط کارت های جدید توزیع خواهد شد. این کمیسیون تا دقایق دیگر این طرح را در یک نشست خبری اعلام می کند. پیش از این کمیسیون از تاکید ریاست جمهوری برای استفاده از کارت های پیشین در انتخابات انتقاد کرده بود. و شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور تسریع کنترل وضعیت امنیتی در مالی خواستار اعزام هرچه سریعتر نیروهای اتحادیه آفریقا و کمک به ارتش این کشور و نظامیان فرانسوی در مالی شده است. بر بنیاد گزارش ها، مقامات در شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است دست کم 3300 نظامی اتحادیه آفریقا به زودی به مالی اعزام شوند. این در حال است که دست کم 855 سرباز از کشورهای بنین، نایجریا، سنگال و توگو تا اکنون به مالی اعزام شدند. این بود خبرها تا این ساعت. سپاسگزارم از همراهیتان.